تهدید متقابل ایران و کشورهای غربی در آستانه نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی. دیپلمات‌ها از تصویب قطعنامه علیه ایران در این اجلاس خبر می‌دهند. درود بر شما بیننده مجموعه خبرهای نیمروزی هستید از ایران اینترنشنال. ابتدا مهمترین عناوین روز. نگرانی پلیس تایلند از فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی. سازمان‌های امنیتی رفتار شهروندان ایرانی را زیر نظر خواهند گرفت. تلاش روسیه برای فروش غلات غارت شده از اوکراین. آمریکا نسبت به خرید این محصولات به چندین کشور هشدار داد. گزارش ایران اینترنشنال از بحران‌های زیست محیطی ایران همزمان با 50مین کنفرانس بین‌المللی محیط زیست. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه در وین آغاز می شود. انتظار می رود در این نشست قطعنامه پیشنهادی فرانسه، آلمان و بریتانیا علیه ایران بررسی و به تصویب برسد. همزمان حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتر نوشته اگر بانیان این قطعنامه به گفته او ضد ایرانی در آژانس روش تهدید را دنبال کنند، مسئول همه عواقب آن هستند. پیش از آغاز این نشست، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای گفته انتظار می‌رود نشست شورای حکام درباره ایران پرتنش باشد. آزاده کنگرانی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای گفته انتظار می‌رود نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران تنش‌آمیز باشد. سخنان نماینده روسیه در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در حالی بیان شده که فرانسه، آلمان و بریتانیا از ارائه پیشنویس قطعنامه درباره لزوم همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دادند. آمریکا هم گفته با این قطعنامه همراهی می‌کند. آمریکا و سه کشور اروپایی خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت هسته‌ای شدند که آثار اورانیوم در آنها پیدا شده است. این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد پیشنهاد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی مانده بپذیرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که بر اساس قطعنامه پیشنهادی ایران باید به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های مشکوک گذشته خود پاسخ دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارش فصلی خود اعلام کرد ایران برای پاسخ به پرسش‌ها درباره منشأ ذرات اورانیوم غنی شده در سه سایت اعلام نشده خود کمکاری کرده و پاسخی ارائه نداده که از نظر فنی معتبر باشد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن اعلام مخالفت با پیشنویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی اعلام کرده این فشارها به حل مشکلات کمک نمی‌کند و منجر به مختل شدن روند مذاکرات احیای برجام می‌شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران هم در توییتی از رایزنی خود با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده و گفته اگر بانیان قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در آژانس روش تهدید را دنبال کنند مسئول همه عواقب آن هستند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بعد از گفتگوی تلفنی با امیرعبداللهیان گفته احتمال رسیدن به توافق و بازگشت به برجام در حال کاهش است. قطعنامه سه کشور اروپایی و آمریکا در حالی ارائه شده که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در این کشور دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با گروسی ایران را به فریب جامعه جهانی و ارائه اطلاعات نادرست درباره برنامه هسته‌ای خود متهم کرد. آزاده کنگرانی، واشنگتن دی سی. همزمان بلومبرگ به نقل از مایک مولر رئیس بخش آسیا در گروه بازرگانی نفتی ویتول گزارش داده آمریکا برای کنترل قیمت جهانی نفت احتمالاً بدون احیای برجام از نقض تحریم‌های نفتی ایران چشم پوشی خواهد کرد. به گفته مولر دلیل تصمیم بایدن نزدیک بودن انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و اهمیت بهای بنزین در این کشور است. کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما همراه میشه. آقای متین، اگر
این قطعنامه که گفته میشه علیه ایران در شورای حکام به تصویب برسه، روابط ایران و آژانس چه تغییراتی خواهد کرد؟ خب در گذشته وقتی که تهدید همچین قطعنامه‌های مطرح بوده، ایران در لحظه آخر نرمش نشون داده. مثلا در مورد همین قرارداد توافقی که پارسال بر سر به اصطلاح دسترسی آژانس به یک سری سایت‌های هسته‌ای ایران و اینکه دوربین‌های آژانس کار بکنن ولی به اصطلاح فیلم‌هاشون رو نزد ایران بمونه تا اینکه مسئله توافق هسته‌ای مشخص بشه، این معاهده بین ایران و آژانس بعد از تهدید صدور قطعنامه رخ داد. ولی خب در این مورد خاص مسئله جنبه‌های نظامی برنامه هسته ایران هست که خب ایران نشون داده که در این 20 سال نخواسته بهش جواب بده، بعید هست که بخواد جواب واقعا روشنی بده. در نتیجه اگر قطعنامه تصویب بشه احتمالاً ایران واکنش نشون خواهد داد، همچنان که وزیر خارجه ایران گفته که حتما یک پاسخ متناسب خواهند داد. شریعت مداری در کیهان گفته بود که باید ورود بازرس آژانس به سایت هسته ایران متوقف بشه، شاید در حد محدود کردن دسترسی بازرس ها برای مدت خاصی ایران واکنش نشون بده. اما من فکر نمی کنم که قطعنامه رو کشورهای تهیه کنندهش طوری تنظیم بکنن که کل مسئله مذاکرات یا گفتگوهای آژانس و ایران رو و یا حتی مذاکرات برجام رو مختل بکنه، یعنی اون کانال رو احتمالاً باز خواهند گذاشت. مثلا میتونن از ایران درخواست بکنن که فوراً با آژانس در این رابطه گفتگو بکنه، جواب بده، ولی بدون اینکه تعیین بکنن دقیقاً اگر ایران این کارو نکنه چه اقداماتی انجام خواهد داد. شاید اقدامات رو موکول کنن به اجلاس سالانه آژانس در سپتامبر و اجلاس شورای حکام که در همون زمان در سپتامبر تشکیل خواهد شد. و آیا میشه تصویب این قطعنامه رو گام نخست اروپا و آمریکا برای بردن پرونده ایران به شورای امنیت دونست؟ خب به لحاظ نظری این زمینه رو ایجاد خواهد کرد. در آینده اگر بخوان این کار رو بکنن میتونن به این قطعنامه حتما ارجاع بدن این کشورها. ولی وضعیت سیاسی و اقتصادی در غرب آمریکا طوری هست که بعید به نظر میرسه که در این مقطع حداقل تا قبل از شاید انتخابات نوامبر، میان دوره آمریکا در نوامبر یا اجلاس سالانه آژانس در سپتامبر بخوان همچین کاری بکنن. قیمت بنزین همچنان که شما اشاره کردید قبلا در آمریکا یک به اصطلاح دماسنج سیاسی خیلی مهم هست برای انتخابات و دولت آمریکا میخواد که این قیمت‌ها رو تا حدی که میشه پایین آورد، چه از طریق احیای برجام که فعلا متوقف شده واقعا به طور عملی به بنبست رسیده، چه از طریق چشم‌پوشی بر صدور نفت ایران به طور قاچاق که همین گزارش بلومبرگ بهش اشاره کرده. اروپا هم به همین ترتیب به دلیل وضعیتی که جنگ روسیه علیه اوکراین ایجاد کرده احتمالاً خیلی تمایل ندارن وارد یک بحران سیاسی دیگه‌ای بشن که عواقب اقتصادیش وضعیت تورم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کلاً در جهان رو تشدید بکنه. احتمالاً همه طرفین کجدار و مریض پیش خواهند رفت تا سپتامبر، حداقل تا اجلاس آژانس یا تا حتی نوامبر انتخابات میان دوره در آمریکا. ولی خب به لحاظ نظری و حقوقی این قطعنامه اگر صادر بشه قدم‌های بعدی در رابطه با ارجاع ایران به سازمان ملل یا اقدامات شدیدتر رو قطعاً تسهیل می‌کنه و شاید هدف آمریکا، انگلستان، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم بیشتر این هست که این رو زمینش رو بچینن برای اقدامات بعدی. سپاسگزارم از توضیحات شما. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس که از برایتون با ما بودید. و در خبری فوری، بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، جمعی از بازنشستگان در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم هستند. در همین بخش خبری گزارش‌های بیشتری از این تجمعات اعتراضی خواهیم داشت که به طور مفصل به آنها می‌پردازیم. در اینجا چند خبر کوتاه از ایران. از امروز قرار است ساعت اداری در 10 استان ایران تغییر کند. به گفته مدیرعامل توانیر، طی 2 روز آینده 20 استان دیگر مشمول این تغییر خواهند شد. بر اساس مصوبه دولت، ساعت اداری از 6:30 صبح آغاز و در ساعت 13:30 به پایان می‌رسد.
رسالت مرتضوی معاون اجرایی ابراهیم رئیسی میگوید رئیسی در جریان سفر به آبادان دستورات لازم را داده و مجوز تخریب متروپول پس از پایان آوار برداری صادر شده. مرتضوی با وجود اعتراض گسترده مردم به مسئولان و عاملان این حادثه از استاندار خوزستان و قرارگاه خاتم الانبیا تقدیر کرد. در ادامه فشار بر جامعه بهائیان ایران، وبسایت هرانا از حصارکشی‌های جدید در اطراف آرامستان بهائیان در تهران خبر داده. بر اساس همین گزارش، روز یکشنبه شهروندان بهائی هنگام مراجعه به این آرامستان با بلوک‌ها و درهای آهنی جدیدی مواجه شدند که مانع ورود آنها به این آرامستان می‌شود. در ادامه برنامه به هشدار پلیس تایلند درباره اقدامات جاسوسی جمهوری اسلامی در این کشور می‌پردازیم. حملات انتقام جویانه علیه شهروندان اسرائیلی یکی از نگرانی‌های عنوان شده است. با ما باشید. بیننده و شنونده مجموعه خبرهای نیمروزی هستید. پیش از ادامه نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تهدیدهای متقابل ایران و کشورهای غربی در آستانه نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی. دیپلمات‌ها از تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در این اجلاس خبر می‌دهند. نخستین پیامد افشاگری در رابطه با ترورهای برون مرزی سپاه پاسداران. پلیس تایلند می‌گوید فعالیت‌های جاسوسان جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. تلاش روسیه برای فروش غلات غارت شده از اوکراین. آمریکا نسبت به خرید این محصولات به چندین کشور هشدار داد. و گزارش ایران اینترنشنال از بحران‌های زیست محیطی ایران همزمان با 50مین کنفرانس بین‌المللی محیط زیست. پلیس تایلند از ماموران خود خواسته مراقب جاسوسان ایرانی باشند که در آن کشور حضور دارند. در پی هشدارها به دلیل حملات انتقام جویانه جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی در سراسر جهان، پلیس تایلند میگوید سازمان‌های امنیتی آن کشور تحرکات شهروندان ایرانی را زیر نظر دارند. همزمان کانال 12 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد این کشور در حال بررسی افزایش هشدارهای سفر به کشورهای مختلف در آستانه آغاز مسافرت‌های تابستانی است. به گزارش کانال 12 اسرائیل، مقامات این کشور بر این باورند جمهوری اسلامی قصد دارد توریست‌های اسرائیلی را هدف حملات تروریستی قرار دهد. شورای امنیت ملی اسرائیل دو هفته پیش با بروزرسانی هشدار سفر از شهروندان اسرائیلی خواسته بود از سفر به ترکیه خودداری کنند. با همکارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه میشیم برای بررسی بیشتر همین اخبار. اشکان، هم درباره جزئیات بیشتر فرمانی که پلیس تایلند صادر کرده و هم به طور کلی نگرانی هایی که اسرائیل درباره تهدید شهروندانش داره به ما بگو. بله، خب این خبر مربوط به این فرمان پلیس تایلند و صبح امروز اول روزنامه بانکوک پست منتشر کرد. به نوشته بانکوک پست، در واقع از یک سال پیش، بعد از اینکه یک سال پیش یک شهروند ایرانی که با پاسپورت تقلبی بلغارستان به اندونزی رفته بود و وقتی که داشت قصد داشت از اندونزی به قطر بره در اونجا دستگیر شد، نگرانی هایی در میان مقامات تایلندی در این زمینه به وجود اومد. بر اساس گزارش بانکوک پست، این شهروند ایرانی که اونجا دستگیر شده بود پارسال، چندین در واقع سیم کارت تلفن همراه و دستگاه تلفن همراه در اختیار داشته، میزان زیادی پول نقد در اختیار داشته، اعتراف کرده بوده که چندین بار، 10 بار در واقع یا شاید تا بیشتر از 10 بار با پاسپورت جعلی به اندونزی و کشورهای دیگه سفر کرده و در میان شماره تلفن‌هایی که توی تلفن‌هاش بوده شماره چند نفر از در واقع مسلمانان شیعه تایلندی هم بوده. حالا بانکوک پست میگه که پلیس این کشور دستور داده به تمام نیروها در تمام استان‌ها که تحرکات در واقع مراقب جاسوسان ایرانی باشند. گفته که هم تحرکات شهروندان ایرانی که در اونجا هستند و میرن رو زیر نظر دارن دستگاه امنیتی و هم شماری از شیعیان تایلند رو که ممکن هست که بخوان برای
جمهوری اسلامی جاسوسی کنند. خود بانکوک پست اشاره‌ای به موضوع اسرائیل نمی‌کنه، اما رسانه‌های اسرائیل که این گزارش رو منتشر کردند، یکی از دلایل این دستور اخیر رو در واقع همین هشدار این کشور می‌دونن در مورد اینکه جمهوری اسلامی بخواد دست به اقدامات انتقام‌جویانه علیه شهروندان اسرائیلی در کشورهای مختلف جهان بزنه. نباید فراموش کنیم که 10 سال پیش هم در واقع جمهوری اسلامی سعی کرد که دست به یک اقدامی علیه اسرائیل در تایلند بزنه که البته اون اقدام موفق نبود. سپاسگزارم از توضیحات و همراهی شما. همکارم مشکان صفایی که از اورشلیم با ما بودی. و مرگ تعدادی از افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی از دور تازه عملیات سرویس‌های جاسوسی در ایران خبر می‌دهد. با این حال وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید نظام آمادگی هر گونه مقابله با هر گونه تهدید سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد. سپاه پاسداران همچنان زیر ضرب موساد در خاک ایران. با مرگ مشکوک یک متخصص برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، در ادامه حذف فیزیکی نیروهای سپاه در داخل کشور، 9 خرداد ماه ایوب انتظاری فارغ التحصیل دکترای هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف در یزد درگذشت. آنطور که دادگستری یزد گفته، یکی از بستگان انتظاری مرگ او را مشکوک و نتیجه مسمومیت غذایی دانسته. او در یک مرکز تحقیق در پردیس فناوری یزد کار میکرد. آنطور که منابع اسرائیلی گفتند، او در حال تحقیق و توسعه درباره برنامه‌های پهپادی و موشک‌های میانبرد سپاه پاسداران بود. یکی از پایگاه‌های موشکی سپاه در جنوب یزد و در عمق 500 متری زمین ساخته شده. به گفته منابع منطقه، یکی از همکاران آقای انتظاری او را به یک مهمانی شام دعوت کرد. اما این متخصص برنامه موشکی و پهپادی پس از بازگشت در راه احساس کرد حالش خوب نیست. انتقال او به بیمارستان سید الشهدای یزد بیفایده بود و انتظاری به اثر مسمومیت درگذشت. پس از این اتفاق نیروهای امنیتی سراغ میزبان رفتند، اما متوجه شدند او همان شب از کشور خارج شده. دادگستری یزد حذف فیزیکی ایوب انتظاری را تکذیب و او را کارمند معمولی یک شرکت صنعتی معرفی کرد. اما استانداری یزد در این پیام تسلیت انتظاری را شهید خوانده و مقام‌های محلی هم به خانه او رفتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران قبلا از سرقت اطلاعات سازمان هوافضا به دست سرویس‌های اطلاعاتی خارجی پرده برداشته بود. اصلا اسناد سازمان فضایی تو گاف صندوق بوده، تو دفتر رئیس سازمان اومدن بود. بله اومدن از سقف رو باز کردن، اومدن تو گاف صندوق رو باز کردن بردن. 2 روز پیش از مرگ او، منابع اختصاصی ایران اینترنشنال خبر دادند که سپاه پاسداران سرهنگ پاسدار علی اسماعیل زاده از فرماندهان واحد 840 نیروی قدس سپاه را در منطقه جهان‌نمای کرج حذف فیزیکی کرده. به ظن همکاری با موساد برای ترور یکی از همکارانش، سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی. صیاد خدایی از فرماندهان عملیات روی زمین یگان 840 نیروی قدس سپاه بود که مسئولیت ترورهای برونمرزی جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. او مسئول انتخاب، ارتباطگیری و استخدام شهروندان غیر نظامی برای ضربه زدن به اسرائیلی‌ها در نقاط مختلف جهان بود. صیاد خدایی در یکی از آخرین موارد، منصور رسولی، یک قاچاقچی همکار سپاه را مأمور 3 ترور در ترکیه، فرانسه و آلمان کرده بود. اما رسولی شکار موساد شد و تحت بازجویی قرار گرفت در خاک ایران. این 3 نفر رو برای جمهوری اسلامی ترور بکنن. 11 روز پیش وزارت دفاع جمهوری اسلامی وقوع یک حادثه در یکی از مراکز این وزارتخانه در پارچین را تایید کرد، اما آن را حادثه و نتیجه نشت گاز دانست. مرگ یک مهندس مکانیک به نام احسان قطبیگی در این حادثه تایید شد. 1 روز بعد نیویورک تایمز به نقل از 3 منبع ایرانی و 1 مقام آمریکایی گزارش داد این حادثه نتیجه حمله پهپادهای انفجاری بود که به ساختمان تحقیقات تولید پهپاد وزارت دفاع اصابت کردند. 1 منبع آگاه گفته حمله با کوادکوپترها که برد کوتاهی دارند و از داخل خاک ایران انجام شده.
بهمن ماه سال گذشته هم در حمله‌ای که رسانه‌ها آن را به اسرائیل نسبت دادند، یک ناوگان پهپادی ایران در نزدیکی کرمانشاه منهدم شد. باز هم به گفته رسانه‌های اسرائیل از داخل خاک ایران. دو سال قبل بعد از ترور محسن فخریزاده، چهره برجسته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، وزیر وقت اطلاعات گفت عامل ترور از کشور خارج شده. چون شهید فخریزاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروهای مسلح بود. هفته گذشته وقتی نخست وزیر اسرائیل اسناد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را که از داخل ایران به سرقت رفته بود روی توییترش بارگذاری کرد، ابعاد جدیدی از نفوذ موساد در ایران فاش شد. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی چند چهره دو تابعیتی را به اتهام جاسوسی و انتقال اطلاعات به اسرائیل به زندانهای طولانی مدت و حتی اعدام محکوم کرده، اما سرقت ده‌ها هزار سند و عملیات‌های متعدد ترور در داخل مرزهای ایران و رفت و آمد تقریبا آسان عوامل ترور نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی آنقدر رخنه پیدا کردند که موساد به 20 دقیقه بیت رهبر جمهوری اسلامی رسیده. این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون. هنوز معلوم نیست انتظاری ترور شده یا قربانی حذف فیزیکی سپاه بوده، اما ترورها و عملیات‌های پی در پی در خاک ایران نشان می‌دهد که موساد اگر نه به اندازه خدا، اما از رگ گردن به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نزدیکتر است. مشتبه پور محسن، لندن. برای تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از مقابل ساختمان معروف شماره 10 داونینگ استریت در لندن، ساختمانی که نخست وزیر بریتانیا در اون اقامت داره. نمایندگان پارلمان بریتانیا قراره که امروز درباره اعتماد به او رأی‌گیری بکنن و ممکنه که بوریس جانسون با رأی عدم اعتماد روبرو بشه که در این صورت در واقع آینده کاری و شغلی او بسیار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در ادامه برنامه گزارشی خواهید دید درباره مشکلات روزافزون محیط زیست ایران و فعالان این حوزه که در زندان هستند. همزمان افزایش نگرانی ها از ادامه اقدامات مخرب محیط زیست از سوی نهادهایی که متولی محافظت از آن هستند. همراه ما باشید. بیننده و شنونده مجموعه خبرهای نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری دوباره بر سرخط خبرها. تهدید متقابل ایران و کشورهای غربی در آستانه نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی. دیپلمات‌ها از تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در این اجلاس خبر می‌دهند. نخستین پیامد افشاگری در رابطه با ترورهای برون مرزی سپاه پاسداران. پلیس تایلند می‌گوید فعالیت‌های جاسوسان جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. تلاش روسیه برای فروش غلات غارت شده از اوکراین. آمریکا نسبت به خرید این محصولات به چندین کشور هشدار داده. گزارش ایران اینترنشنال از بحران‌های زیست محیطی ایران همزمان با 50مین کنفرانس بین‌المللی محیط زیست. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد روسیه در بمباران‌های اخیر کیف، پایتخت اوکراین و زیرساخت‌های راه آهن این شهر را هدف قرار داده. همزمان با ادامه درگیری‌های شدید در سیورودونتسک در شرق اوکراین، ارتش روسیه در حال پیشروی در منطقه دونباس نیز هست. ارتش اوکراین هم هشدار داده روسیه با استقرار یک زیردریایی مجهز به موشک‌های کروز در دریای سیاه قصد دارد حملات بیشتری علیه این کشور انجام دهد. نیویورک تایمز از تلاش روسیه برای فروش غلات غارت شده اوکراین به کشورهای آفریقایی خبر داده. بر طبق این گزارش آمریکا به 14 کشور نسبت به خرید غلات دزدیده شده هشدار داده. روسیه قصد دارد این غلات را از طریق بندر کریمه به سایر نقاط جهان صادر کند. چند روز پیش هم سفیر اوکراین در آنکارا گفته بود ترکیه از جمله کشورهایی است که قصد دارد غلات غارت شده را خریداری کند. روسیه هشدار داد اگر آمریکا تصمیم خود مبنی بر ارسال موشک‌های دوربرد به اوکراین را عملی کند، حملات روسیه تشدید خواهد شد و به اهداف تازه‌ای حمله می‌کند. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود موشک‌های دوربرد را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد به شرطی که کیف از آنها برای حمله به روسیه استفاده نکند. از سوی دیگر اسپانیا نیز گفته موشک‌های ضد جنگنده به اوکراین
ارسال می‌کند. رضا طالبی روزنامه‌نگار از استانبول با ما همراه میشه. آقای طالبی، پیشتر هم اخباری از فروش اموال غارت شده اوکراین منتشر شده بود. آیا باید منتظر اقدامات تنبیهی بیشتری از سوی غرب علیه روسیه باشیم؟ من اخباری که بیشتر منتشر شده بود نیروهای روسی، یعنی در حد سطح خرد اموالی رو که غارت میکردن یا غنیمت میگرفتن از شهر مختلف اوکراین میفروختن، ولی متاسفانه در چند هفته گذشته علاوه بر غارت تجهیزات اتمی و همچنین تجهیزات و تولیدات زباهم و فولاد اوکراین، ما شاهدین هستیم که روسیه مانع بزرگی شده برای صادرات 25 میلیون تن گندم که اینها در اوکراین سرگردان هستند. به نظر من با بحران غذایی که الان دنیا روبرو هست، اینکه فشار زیاد بر روسیه سبب خواهد شد که روسیه بازارهای هدفی که خارج از تحریم خواهان خریدار غلات روسی هستند رو پیدا بکنه، به نظر من سیاست‌های تشویقی رو برای اوکراین در نظر خواهد گرفت که این سیاست هم منجر به اهدای وام برای تجهیز زیرساخت‌های حمل و نقل و ریلی اوکراین خواهد شد که بتواند حداقل بحران غذایی در اروپا رو تامین بکنه. و با توجه به تهدید روسیه که گفته در صورت ارسال تجهیزات نظامی پیشرفته تر به اوکراین اهداف جدیدی رو هدف حملات خودش قرار میده، آیا میشه گفت که این تهدیدها روی اراده غرب برای تجهیز تسلیحاتی بیشتر اوکراین میتونه اثرگذار باشه؟ ببینید، غرب یک ترسی رو داره از اینکه نتواند که این بحران رو مدیریت بکنه. دو تا بحران روبروی غرب و اروپا است، یکی بحران انرژی و دیگری بحران غذایی. غرب تلاش داره که بحران انرژی رو آلترناتیوهایی رو پیدا بکنه، من جمله ونزوئلا و سایر کشورها، که بتونه این بحران رو حل بکنه و یا کشورهای حوزه خلیج، و همچنین بحران غذایی رو با استفاده از هند، برزیل و سایر کشورهای تولیدکننده گندم و جو حل بکنه. بلکه متاسفانه در کنار این حل بحران مشاهده روسیه‌ای هستیم که غیر قابل پیش بینی است. یعنی نمیتوان به ذرس قاطع گفت که روسیه این تهدیداتش عملی خواهد کرد و یا نکرد. به این تهدیدها هم سبب ملایمتی از سوی غرب شده که بیشتر الان تجهیزاتی که به اوکراین ارسال می‌کنه تجهیزات دفاعی زمینی و یا پدافندی است، باز تجهیزات تهاجمی هوایی من جمله هواپیما گریز می‌کنه. سپاسگزارم از توضیحات و همراهی شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از استانبول با ما بودید. و در خبری فوری، بر اساس گزارش‌های رسیده به رای اینترنشنال، جمعی از بازنشستگان در چندین شهر ایران مجدداً تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان مستمری به گیران تأمین اجتماعی که خواستار افزایش حقوق بر اساس نرخ تورمند. در اینجا نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار دنیا. رئیس جمهور کره جنوبی هشدار داد برنامه‌های تسلیحات اتمی موشکی کره شمالی به سطحی رسیده که صلح منطقه و جهان را با تهدید روبرو کرده. کره جنوبی آمریکا در پاسخ به آزمایش موشک بالستیک کره شمالی بامداد دوشنبه 8 موشک سطح به سطح به سوی آب‌های شرق کره جنوبی شلیک کردند. اوکراین اعلام کرد جنگنده‌های ارتش روسیه با استفاده از موشک‌های هوا به زمین به کیف حمله کردند. شهردار این شهر هم از وقوع چندین انفجار پیاپی در کیف خبر داد. این در حالی است که اوکراین اعلام کرده بود بخش از مناطق شرقی این کشور را از نیروهای روسیه باز پس گرفته.
فنلاند و سوئد برای مانور نظامی مشترک با ناتو در دریای بالتیک آماده می شود. مانور نظامی دو هفته ای امسال به میزبانی سوئد و به حضور نیروی هوایی و دریایی فنلاند و 14 کشور عضو ناتو برگزار خواهد شد. این دو کشور اخیراً درخواست عضویت در ناتو را به این سازمان ارائه کردند که با مخالفت ترکیه یکی از اعضای این سازمان مواجه بوده. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از سازمان هشت الشعبی خواسته درباره سرنوشت باس محمد الزاعک شفاف سازی کند. این روزنامه نگار 7 ماه قبل هنگام پوشش خبری تحصن اعتراضی گروه های مورد حمایت ایران در یکی از چادرهای تحصن کنندگان ناپدید شد. گروه های مورد حمایت ایران بارها متهم به ترور، سرکوب و روبودن فعالان و روزنامه نگاران شدند. همانطور که گفتیم، نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در وین آغاز می‌شود. در این نشست انتظار می‌رود قطعنامه پیشنهادی فرانسه، آلمان و بریتانیا علیه ایران بررسی و به تصویب برسد. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتر نوشته اگر بانیان قطعنامه به گفته او ضد ایرانی در آژانس روش تهدید را دنبال بکنند، مسئول همه عواقب آن هستند. در همین رابطه به وین و محل برگزاری اجلاس شورای حکام می‌ریم و با همکارم احمد صمدی گفتگو می‌کنیم. اما درباره نشست شورای حکام بیشتر از تو بشنویم، اینکه این روند برگزاری نشست به چه شکله و چه دستور کاری رو دنبال می‌کنه. خب نشست از نیم ساعت پیش شروع شد و همونطور که قبلا هم اعلام شده بود این نشست فصلی هست که هر 3 ماه یک بار برگزار میشه و دستور کار هم اونطور که خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده موارد گوناگونی هست که مهمترین دستور کار اون به مسئله هسته ایران برمیگرده و همچنین گزارش هایی که آژانس بازرسان آژانس ارائه کردن. با این حال خب دستور کار روتین آژانس بررسی برنامه هسته ایران هستش که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به آژانس محول شده، همچنین روند اجرای پادمان‌ها و نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته ایران که یک روند روزانه و روتینی هستش که این کار باید انجام بشه، همچنین این روند در خصوص سوریه و برنامه هسته کره شمالی هم قرار هستش که اینجا بررسی و خب کارشناسان و اعضای شورای حکام باید نظر خودشون رو اعلام کنند. به هر حال اونطوری که خب در خبرها هم اعلام شده بود 3 کشور اروپایی عضو برجام یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه قطعنامه‌ای رو به شورای حکام قرار هستش که ارائه بدن که این قطعنامه به نظر میاد از فردا عصر و تا چهارشنبه بررسی اون طول خواهد کشید. علت قطعنامه هم که خب اونطور که اعلام شده در واقع این هستش که آقای رافائل گروسی در چندین گزارش اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران به توافقی که در اسفند ماه گذشته انجام داده بود با آژانس برای اینکه بخواد شفاف سازی بکنه در خصوص 3 سایت هسته اعلام نشده، به هر حال این انجام نشده و قرار هستش که در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران بخواد که به سوالات شفاف پاسخ بده. و این قطعنامه تا اینجای کار در این مرحله با چه واکنش‌های روبرو بوده؟ خب طبیعتاً اولین واکنش رو خود جمهوری اسلامی ایران داشته که اعلام کرده، یعنی در واقع به نوعی تهدید کرده و اعلام کرده که عواقب میتونه داشته باشه برای کسانی که بانیان این قطعنامه هستن. میدونیم که خب قطعنامه رو علاوه بر این 3 کشور اروپایی که ارائه کردن، ایالات متحده هم اعلام کرده که از اون قطعنامه حمایت میکنه و خب این تهدید شامل جمهوری اسلامی ایران خواهد و احتمالاً روند همکاری با آژانس. البته روسیه و چین هم اعلام کردن که با این موضوع مخالفن، اگرچه کارشناسان معتقدند که این مخالفت شاید در حد لفظ باشه. سپاسگزارم از همراهی و توضیحات شما. باز در ادامه برنامه حتما همراه شما خواهیم بود. همکارم احمد صمدی از وین. و ما 5 ژوئن روز جهانی محیط زیست است و فرصتی برای بررسی مشکلات این حوزه در سراسر دنیا. در ایران اما واکنش مسئولان به افزایش بحران ریزگردها و سایر آسیب‌های زیست محیطی بازداشت فعالان این حوزه بوده. گزارشی ببینید از ساناز عزیزاده. تنها یک زمین داریم و کسانی که به دنبال حفاظت از آن هستند نباید به خاطر این کار مورد پیگرد قرار گیرند. با این شروع، اینگر اندرسون، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد،
در آستانه روز جهانی محیط زیست، خواستار آزادی نیلوفر بیانی و سایر فعالان محیط زیست زندانی در ایران شد. یک زمین و میلیون ها انسان، مردمان این کره به روشنی از طبیعت بکر لذت میبرند. اما حالا به همان روشنی این سیاره آبی در سخت ترین شرایط قرار گرفته. شعار امسال با شعار 50 سال پیش و نخستین روز جهانی محیط زیست یکیست. تنها یک زمین. رابطه درهم تنیده با زمین و دیگر ساکنانش و توسعه پایدار 50 سال است که مورد توجه جامعه مدرن قرار گرفته، اما شرایطش به سخت ترین حالت در همه این سالها رسیده. سازمان ملل متحد به شکل رسمی هشدار داده و دیگر نگفته آشکار است که ساکنان زمین این سیاره زیبا را سریع تر از آن که بتواند به خود بیاید و خود را بازسازی کند، آن را با هر چه دارد در خودخواهی های خود می‌بلعند. امسال تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن بیشترین توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده. محیط زیست رکن اصلی جامعه مدرن است. جنبش های حذف موارد مضر برای محیط زیست هر روز قوت بیشتری می گیرند و در تصمیم گیری های جهانی و سیاست های داخلی کشورها و حتی انتخاب حاکمان تأثیرگذار است. اما در ایران حقوق محیط زیستی شهروندان حتی در حد شعار هم مورد توجه قرار نمی گیرد. و در میان تمامی همهمه‌های سیاسی، اجتماعی و از همه مهمتر اقتصادی، حقوق محیط زیستی به عنوان حقوق اولیه بشر نقض، نقض و نقض می شود. دیگر کمتر کسی به خاطر می آورد که سوراخ شدن این کشتی تقریبا به گل نشسته همه شهروندان را در خود غرق می کند. از سدسازی های نامتوازن و غیر علمی و مدیریت ناصحیح آب گرفته تا حفاظت غیر علمی از حیات وحش و کشاورزی نامتوازن که نتیجه جز بحران های ریزگرد ها، خشکسالی و از بین رفتن زیرساخت ها و شرایط دشوار ساکنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تبعیض سیستماتیک، بیکاری و فقر و حتی نبود آب سالم و امنیت غذایی گرفته تا نقض آشکار حقوق شهروندی و دهنکجی به خواسته های فعالان محیط زیست، در ایران بلای جان ایران و ساکنانش شده. در آخرین نمونه نماینده بهشهر در مجلس و همچنین امام جمعه این شهر و استاندار مازندران از احداث پتروشیمی میانکاله که به گفته فعالان محیط زیست بلای جان منطقه است دفاع کردند. در میانه این فراموشی ها و فشار روشن حکومت بر فعالان محیط زیستی ایران، در 1591 روز بازداشت فعالان محیط زیستی، 9 نفر از همبندیان پیشین آنها با توصیف علاقه این فعالان به زیست بوم و تلاششان برای نجات طبیعت در بیانیه‌ای نوشتند داستان زندگی این 8 دوستدار طبیعت که با زندان، سلول انفرادی، فقدان و درگذشت کاووس سید امامی عجین بوده معنای روشنی دارد. ساناز قاضی‌زاده، لندن. و زیست بومشان را در انقیاد و حقیقت را بله در ادامه برنامه به جزئیاتی از تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی میپردازیم که همین امروز در چند شهر کشور در حال برگزاریه. در اینجا به بخش ورزشی نیمروز رسیدیم. امروز با اجرای همکارم رضا محدث بعد از اخبار ورزشی باز با شما خواهم بود. بیننده و شنونده مجموعه خبرهای نیمروزی هستید. پیش از ادامه نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تهدید متقابل ایران و کشورهای غربی در آستانه نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی. اینجا در وین دیپلمات‌ها از تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. و
نخستین پیامد افشاگری در رابطه با ترورهای برون مرزی سپاه پاسداران. پلیس تایلند میگوید فعالیت‌های جاسوسان جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. تلاش روسیه برای فروش غلات غارت شده از اوکراین. آمریکا نسبت به خرید این محصولات به چندین کشور هشدار داده. و گزارش ایران اینترنشنال از بحران‌های زیست محیط ایران همزمان با روز جهانی محیط زیست. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه در وین آغاز می شود. انتظار می رود در این نشست قطعنامه پیشنهادی فرانسه، آلمان و بریتانیا علیه ایران بررسی و تصویب شود. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در توییتی نوشته اگر بانیان این قطعنامه به گفته وزد ایرانی در آژانس روش تهدید را دنبال کنند، مسئول همه عواقب آن هستند. پیش از آغاز این نشست، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای گفته بود انتظار می‌رود نشست شورای حکام درباره ایران پرتنش باشد. آزاده کنگرانی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای گفته انتظار می‌رود نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران تنش‌آمیز باشد. سخنان نماینده روسیه در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در حالی بیان شده که فرانسه، آلمان و بریتانیا از ارائه پیشنویس قطعنامه درباره لزوم همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دادند. آمریکا هم گفته با این قطعنامه همراهی می‌کند. آمریکا و سه کشور اروپایی خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت هسته‌ای شدند که آثار اورانیوم در آنها پیدا شده است. این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد پیشنهاد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی مانده بپذیرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که بر اساس قطعنامه پیشنهادی ایران باید به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به پرسش‌های آژانس درباره فعالیت‌های مشکوک گذشته خود پاسخ دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارش فصلی خود اعلام کرد ایران برای پاسخ به پرسش‌ها درباره منشأ ذرات اورانیوم غنی شده در سه سایت اعلام نشده خود کمکاری کرده و پاسخی ارائه نداده که از نظر فنی معتبر باشد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن اعلام مخالفت با پیشنویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی اعلام کرده این فشارها به حل مشکلات کمک نمی‌کند و منجر به مختل شدن روند مذاکرات احیای برجام می‌شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم در توییتی از رایزنی خود با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده و گفته اگر بانیان قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در آژانس روش تهدید را دنبال کنند مسئول همه عواقب آن هستند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بعد از گفتگوی تلفنی با امیر عبداللهیان گفته احتمال رسیدن به توافق و بازگشت به برجام در حال کاهش است. قطعنامه سه کشور اروپایی و آمریکا در حالی ارائه شده که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در این کشور دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با گروسی ایران را به فریب جامعه جهانی و ارائه اطلاعات نادرست درباره برنامه هسته‌ای خود متهم کرد. آزاده کنگرانی، واشنگتن دی سی. در همین رابطه به وین و محل برگزاری اجلاس شورای حکام میریم همراه با همکارم احمد صمدی. احمد، گفتی که نشست آغاز شده از ساعتی قبل، درباره جزئیاتش و دستور کاری که نشست دنبال میکنه کمی به ما توضیح بده.
ریحانه، نشست ساعت 10:30 دقیقا سر ساعت 10:30 شروع شد و خب دستور کار بعد بگم که اولا این نشست فصلی هستش که هر سه ماه یک بار برگزار میشه. اونطور که خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده، دستور کارش درباره اجرای پادمان هاست، به ویژه در خصوص جمهوری اسلامی ایران، سوریه و همچنین کره شمالی و بخشی از اون هم مربوط میشه به بحث اوکراین، نیروگاه های اتمی اوکراین که پس از حمله روسیه دچار مخاطراتی شده و همچنین پروژه‌ای هستش که بریتانیا و ایالات متحده با استرالیا در خصوص تولید زیردریایی های هسته‌ای اجرا خواهند کرد. اما در خصوص ایران، خب اونطور که میدونیم بر اساس قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل، آژانس باید که برنامه هسته‌ای ایران رو راستی آزمایی کنه و گزارش هایی که در سه ماه گذشته بازرسان آژانس تهیه کردن در نشستی که خب شروع شده و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت ارائه خواهند کرد. خب اونطور که ما میدونیم و خب خبرهاش هم منتشر شده، سه کشور اروپایی عضو برجام هم قطعنامه ای رو به این نشست ارائه کردن، چرا که خب قرار بود بر اساس توافقی که بین آقای رافائل گروسی و مقامات جمهوری اسلامی ایران انجام شده، تکلیف سه مرکز هسته‌ای که در اون اورانیوم با منشأ انسانی پیدا شده بود مشخص بشه. اما به نظر میاد بر اساس گزارش های آژانس و چندی مصاحبه که آقای گروسی اعلام کرده، جمهوری اسلامی ایران شفافیت به خرج نداده و حتی تلاش کرده که در مسیر تحقیقات انحراف ایجاد بکنه و خب این منجر به این شد که آقای گروسی در گزارشش اعلام بکنه که پاسخهای جمهوری اسلامی ایران شفافیت نداشته. حالا قرار هست در نشستی که از امروز شروع شده و موضوع ایران از فردا بعد از ظهر و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت، این قطعنامه به رأی گیری گذاشته بشه. موضوع قطعنامه همین هستش که از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست میشه که فوراً و بدون فوت وقت به پرسش‌های آژانس پاسخ بده و همکاری مناسب رو با آژانس داشته باشه. و قطعنامه تا اینجای کار چه واکنش‌هایی رو به دنبال داشته؟ خب طبیعی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به اون واکنش نشون دادن و واکنششون با نوع تهدید همراه بوده، از سخنگوی وزارت خارجه تا خود وزیر امور خارجه ایران و حتی رسانه‌های وابسته به قدرت در جمهوری اسلامی ایران تاکید کردن که خب به در صورت تصویب قطعنامه واکنش نشون خواهند داد و حتی از پیامد و عواقب صحبت کردند. اما خب باید ببینیم که در روزهای آینده این قطعنامه تصویب میشه و چه عواقبی رو جمهوری اسلامی ایران قرار هستش نشون بده به طرف‌های غربی. اما خب از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که فقط روسیه و چین، اون هم در سطح مذاکره کنندگانشون، اعلام کردن که با صدور قطعنامه موافق نیستن و اون رو سازنده نمیدونن، چرا که معتقدن در روند همکاری‌های ایران و آژانس تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه خب اونها معتقدن که باید لابی صورت بگیره و از طریق رایزنی‌هایی که با جمهوری اسلامی ایران انجام دادن موضوعات رو حل و فصل بکنن. اما از طرف دیگه خب ایرانیان که در وین هستن و همچنین گروه‌های سیاسی هم در مقابل مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجمع کردن، در پشت سر من اگر دیده بشه گروه‌هایی از کسانی هستن که پادشاهی خواه هستن و در سمت راست من در قسمت دیگه این خیابون هم جمعی از اعضای شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق اینجا تجمع کردن و گروه‌های دیگه هم که اعلام کردن قرار هستش که به این محل بیان و اونها هم در واقع مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی ایران و همچنین موافقتشون رو با تصویب قطعنامه گفتن که اعلام می‌کنن. متشکرم احمد، باز در طی برنامه با تو خواهیم بود و به این موضوع هم بیشتر میپردازیم. همکارم احمد صمدی از وین، محل برگزاری نشست شورای حکام. و بلومبرگ به نقل از مایک مولر، رئیس بخش آسیا در گروه بازرگانی نفتی ویتول، گزارش داده آمریکا برای کنترل قیمت جهانی نفت احتمالاً بدون احیای برجام از نقض تحریم‌های نفتی ایران چشم‌پوشی خواهد کرد. مولر گفته دلیل این تصمیم بایدن نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای آمریکا و اهمیت بهای بنزین در این کشور است. سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم با ما همراه میشه برای پرداختن بیشتر به همین موضوعات پیرامون برجام. یکی از موارد پیشنویس قطعنامه‌ای که به شورای حکام امروز ارائه میشه درخواست همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آیا این به این معنیه که عدم همکاری ایران با این نهاد بین‌المللی باعث به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام شد؟
ببینید یکی از مشکلات و موانع موجود هست، اما در واقع تمام مشکل نیست. مسئله اصلی همچنان موضوع بحث در واقع بحث خروج و عدم خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده هست. منتها در عین حال در ادوار پایانی مذاکراتی که در وین برگزار می‌شد بین دیپلمات‌ها، بحث عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور پرسش و در واقع پاسخ دادن به پرسش‌هایی که آقای یروسی در خصوص فعالیت‌های مشکوک جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده بود، از جمله مسائلی بود که هنوز حل نشده. در نتیجه بله، این رو هم ما باید یکی از موضوعات قابل توجه بدونیم. هرچند در سفری که در ماه مارس آقای یروسی به تهران داشتن و توافقنامه‌ای که با مقام‌های ایرانی اعلام کردند که بر سر ارائه پاسخ به پرسش‌های آژانس در واقع به دست اومده، تصور بر این بود که این اختلافات ممکنه که به صورت به مرور زمان حل بشه، اما همون موقع هم بسیاری ابراز نگرانی کرده بودن نسبت به اینکه این توافق بسیاری از مشکلات و اختلافات رو به آینده موکول میکنه و در نتیجه پیشبینی میشد که در آینده ما مجددا شاهد این باشیم که این مسئله به یک چالش جدی در مسیر گفتگوها با ایران تبدیل بشه. و با توجه به موضع آمریکا و در واقع طرفای اروپایی برجام که در همین قطعنامه گفتن پنجره دیپلماسی در حال بسته شدن هست، آیا میشه گفتش که این قطعنامه گام نخست بردن پرونده ایران به شورای امنیته؟ بله، میشه این گونه تصور کرد، منتها در این حال من فکر نمی کنم که این مسیر کوتاه و سریعی باشه. برای با توجه به اینکه متن قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی تهدید نمی کنه در واقع جمهوری اسلامی ایران رو و از ایران درخواست می کنه، و یا متن حقوقیش بسیار حائز اهمیت، درخواست می کنه که سریعا همکاری های خودش رو با آژانس گسترش بده و به پرسش هایی که آژانس بر سر اورانیوم های پیدا شده در مراکزی که ایران اعلام نکرده بوده در اونجا داره غنی سازی اورانیوم انجام میده رو انجام بده. درسته، من فکر میکنم که این میتونه آغاز یک مسیر باشه، منتها بستگی به این خواهد داشت که در ادامه ما شاهد چه روند و چه در واقع اتفاقاتی چه در مسیر دیپلماتیک و چه در خصوص موضوعات سیاسی که بین طرفین در جریان هست باشیم. و جمهوری اسلامی تهدید به اقدام متقابل کرده، با توجه به اینکه در واقع از لحاظ حقوقی اگر این قطعنامه تصویب بشه، چه ابزاری در اختیار داره جمهوری اسلامی که بخواد اقدام متقابل انجام بده و چطور میتونه به این تهدیداتش عمل کنه؟ توییت آقای امیر عبداللهیان رو اگر ما بخوایم مبنا قرار بدیم، ایشون هم اشاره کردن به این که به کلمه تهدید اشاره کردن. در چه من تصور میکنم که اگر که قطعنامه قرار بشه به همین شکلی که هست مورد تصویب قرار بگیره و بیان تهدیدآمیزی خطاب به جمهوری اسلامی ایران نداشته باشه، خیلی شاهد اتفاق بزرگی از سوی جمهوری اسلامی ایران نباشید. اما گام‌ها و در واقع امکاناتی که جمهوری اسلامی ایران میتونه استفاده بکنه، احتمالاً گسترش غنی‌سازی اورانیومش هست و دست دادن به اقداماتی که میتونه تنش‌ها در خصوص رابطه بین ایران و آژانس و همینطور اتفاقاتی که در سطح منطقه شکل می‌گیره رو افزایش بده. اینها اهرم‌ها و ابزارهایی هست که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست، هرچند که ما بازم باید منتظر بمونیم ببینیم که این قطعنامه احتمالی که تصویب خواهد شد به نظر میرسه چه متن و بیان حقوقی خواهد داشت. سپاسگزارم سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از روم با ما همراه بودید. در اینجا چند خبر کوتاه از ایران. از امروز قرار است ساعت اداری ایران در 10 استان تغییر کند. به گفته مدیرعامل توانیر طی 2 روز آینده 20 استان دیگر مشمول این تغییر خواهند شد. بر اساس مصوبه ساعت اداری از 6:30 صبح آغاز می شود و ساعت 13:30 به پایان می رسد. صلت مرتضوی معاون اجرایی ابراهیم رئیسی میگوید رئیسی در جریان سفر به آبادان دستورات لازم را داده و مجوز تخریب متروپول پس از پایان آواربرداری صادر شده. مرتضوی با وجود اعتراض گسترده مردم به مسئولان و عاملان این حادثه از استاندار خوزستان و قرارگاه خاتم الانبیا تقدیر کرد. دادستان تهران برای ناایمن‌ترین بیمارستان کشور که در پایتخت قرار دارد اخطار پلمپ صادر کرده. به گفته علی صالحی برای بیش از 2000 مدرسه نیز پرونده ایمنی تشکیل شده، اما اقدام مناسبی از سوی آموزش و پرورش صورت نگرفته. صالحی کمبود اعتبار کافی را مهمترین مشکل بر سر راه نوسازی این ساختمان ها عنوان کرد.
در ادامه فشار بر جامعه بهائیان ایران، وبسایت هرانا از حصارکشی‌های جدید در اطراف آرامستان بهائیان در تهران خبر داده. بر اساس همین گزارش، روز یکشنبه شهروندان بهائی هنگام مراجعه به این آرامستان با بلوک‌ها و درهای آهنی جدید مواجه شدند که مانع از ورود آنها به این آرامستان می‌شود. ما الان اومدیم گلستان و آقا محمود. متاسفانه دیوارهای بتونی کشیدن سر تا سر گلستان، درم قفل، یعنی یک نفر توی گلستان وجود نداره. حالا چرا معلوم نیست، چه برنامه ای دارن و چه نقشه ای دارن. آخه بابا سر خاک رفتن، این چه حرکتیه، این چه ظلمی آخه. نمیدونم، نمیفهمم، والله نمیفهمم. خسته شدیم از این همه ظلم، خسته شدیم. در ادامه برنامه به هشدار پلیس تایلند درباره اقدامات جاسوسی جمهوری اسلامی در این کشور می‌پردازیم. حملات انتقام جویانه علیه شهروندان اسرائیلی یکی از نگرانی‌های دولت تایلند عنوان شده. همراه ما بمونید. بیننده و شنونده مجموعه خبرهای نیمروزی هستید. پیش از ادامه نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تهدید متقابل ایران و کشورهای غربی در آستانه نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی. دیپلمات‌ها از تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در این اجلاس خبر می‌دهند. نخستین پیامد افشاگری در رابطه با ترورهای برون مرزی سپاه پاسداران. پلیس تایلند می‌گوید فعالیت‌های جاسوسان جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. ادامه اعتراضات مردمی در ایران، بازنشستگان با شعار مرگ بر رئیسی به خیابان‌ها آمدند. و گزارش ایران اینترنشنال از بحران‌های زیست محیطی ایران همزمان با 50مین کنفرانس بین‌المللی محیط زیست. پلیس تایلند از ماموران خود خواسته مراقب جاسوسان ایرانی باشند که در آن کشور حضور دارند. در پی هشدارها به دلیل حملات انتقام جویانه جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی در سراسر جهان، پلیس تایلند میگوید سازمان‌های امنیتی آن کشور تحرکات شهروندان ایرانی را زیر نظر دارند. همزمان کانال 12 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد این کشور در حال بررسی افزایش هشدارهای سفر به کشورهای مختلف در آستانه آغاز مسافرت‌های تابستانی است. به گزارش کانال 12 اسرائیل، مقامات این کشور بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد توریست‌های اسرائیلی را هدف حملات تروریستی قرار دهد. شورای امنیت ملی اسرائیل دو هفته قبل با بروزرسانی هشدار سفر از شهروندان اسرائیلی خواسته بود از سفر به ترکیه خودداری کنند. بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل از تل آویو با ما همراه هستش. آقای سبتی، میشه گفت بیانیه‌ای که پلیس تایلند صادر کرده نشان دهنده ادامه تلاش‌های سپاه پاسداران برای انجام فعالیت‌های تروریستی برون مرزیه؟ با سلام و ظهر بخیر به شما و بینندگان عزیز. بله، دقیقاً همینطوره که گفتین. ایران و مخصوصا سپاه پاسداران به تلاش‌های خودش در کشورهای مختلف، کشورهایی که برای اونها خیلی آسان‌تر هست رسیدن به اونجاها، ادامه میده برای اینکه بتونه ضربه بزنه به اهداف اسرائیلی یا یهودی، چون در تصور اونها اکثر یا همه اتفاقاتی که در ایران در این اواخر و کلا میفته خیلی به گردن اسرائیل هست. ما میبینیم افرادی از سپاه کشته میشن یا در همین آخر هفته یک دانشمند در امور موشکی جون خودشو به چه دلیلی معلوم نیست هنوز از دست میده و ایران دچار یک توهم و ترس شده از اسرائیل و میخواد یک نوع مقابله به مصر کنه و این کلمه مقابله به مصر این خیلی تکرار میشه در ایران، همونطور که در اون مسئله هسته‌ای شما گفتین در گزارش. و تایلند به خاطر اینکه خیلی مثل ترکیه ایرانی ها رفت آمد خیلی آسان‌تری به اونجا دارن، میتونه یک پتانسیلی باشه برای ضربه زدن به توریستای اسرائیلی که اونها هم خیلی به اونجا سفر میکنن و اسرائیل نمیخواد که این اتفاق انجام بشه و برای همین با همکاری با پلیس تایلند سعی میکنه هشدار بده، برحذر بداره و ما امیدواریم که این اتفاق نیفته. و کمی درباره علت افزایش سطح هشدار سفر شهروندان اسرائیلی به ما توضیح بدیم. این که گفته شده که جمهوری اسلامی گویا قصد داره که توریست های اسرائیلی رو به عنوان اهدافی برای حملات تلافی جویانه انتخاب کنه. بله،
سازمان امنیت داخلی اسرائیل که مسئولیت جون شهروندان اسرائیل رو در داخل اسرائیل و خارج اسرائیل بر عهده داره، همینطور در پروازها و غیره، بعد از بررسی هایی که کردن به این نتیجه رسیدن که در کشورهایی که یک مقدار تسهیلات هست برای رفت آمد اشخاص تروریست و کسایی که با کشورهای تروریستی رفت دارن، و به این نتیجه رسیدن که برای سپاه، برای اشخاصی که برای ایران کار میکنن، حتی ممکنه یک شخص خارجی باشه که برای سپاه کار بکنه، این میتونه یک وضع خطری باشه برای شهروندان اسرائیلی که با اونجا خیلی رفت آمد دارن. و اینجور کشورها کشورهایی هست که برای ریزورت و برای جاهایی که آرامش بخش هست میرن و رفتار پلیسی و رفتار اونطور هشدار دهنده خیلی کمتر هست. پس از همینجا، از همین داخل اسرائیل میخوان جلوگیری کنن که کمتر پلیسا برن، و ما داریم میبینیم که مردم کمتر نام نویسی میکنن برای تورهای مختلف، و این خودش باعث ضربه به اقتصاد هست، هم اقتصاد اسرائیل و هم اقتصاد اون کشورهای دیگه. همینطور ترکیه ما میبینیم اول یک مقدار باز شد و بعداً دوباره داره بسته میشه، و این به ضرر شهروندان ترکیه هم هست، ولی خب چاره‌ای نیست و اسرائیل مجبوره که این کارو انجام بده. سپاسگزارم از توضیحات و همراهی شما. بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، که از تل آویو با ما بودید. و در اینجا شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنیم همراه با نوشین خانی. می‌دونم که در آبادان، در حالی که مردم همچنان درگیر آوار و مصیبت ناشی از فرو ریختن متروپول هستند، خبر خروج غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان بسیار واکنش برانگیز شد و می‌دونم در شبکه‌های اجتماعی دارن درباره‌اش کلی صحبت می‌کنن. درست؟ دقیقاً ریحانه، چیزی که کاربرها با تعجب دارن درباره‌اش صحبت می‌کنن اینه که غلامرضا شریعتی، یکی از حامیان عبدالباقی، مالک متروپول، حتی برای بررسی‌های اولیه هم ممنوع خروج نشده، دیگه چه برسه به بازداشت. اگه موافقی جزئیات بیشتر اینجا با هم مرور کنیم. متشکرم. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان که مسئول کشته شدن بیش از 40 نفر در حادثه متروپول، به طور قانونی از کشور خارج شد و به امارات رفت. کاربری با کنایه نوشته، میگن غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان، از کشور خارج شده. زود قضاوت نکنیم. شاید نتونسته داغ متروپول آبادان رو تحمل کنه، رفته سر به بیابون بذاره. یک کاربر دیگه هم اینطور نوشته، استاندار سابق خوزستان غلامرضا شریعتی، حامی عبدالباقی، با بلیط یک طرفه به مقصد امارات از کشور به صورت قانونی خارج شد. این کاربر میگه آقای قوه قضاییه شبتون شیک. یکی از موضوعاتی که بین کاربرها بحث برانگیز بوده اینه که شریعتی به صورت قانونی و در حالی که پیشتر معاون اجرایی رئیسی او را به عنوان یکی از متهمان در حادثه متروپول معرفی کرده بود، از کشور خارج شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند که غلامرضا شریعتی باید ممنوع الخروج می‌شد. کاربری نوشته، شماها میدونین خجالت چیه؟ شرم و حیا چطور؟ وجدان و شرافت رو فقط اندکی استشمام کردین؟ غلامرضا شریعتی مجرم و متهمه. قوه قضاییه چرا این فرد رو ممنوع الخروج نکرد؟ این کاربر میگه این همه دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی، امنیتی، بازرسی، نظارتی چرا گزارش نکردن؟ چرا درخواست ندادن؟ ماندانا صادقی میگه چه شریعتی فردا برگرده چه برنگرده، چیزی از فشل بودن اوضاع پیرامون متروپول کم نمیکنه. مصاحبه ها و گزارش های روزهای قبل رو بخونین، همه از ردپای استانداران سابق یا استاندار سابق حرف میزنن. صادقی میپرسه چطور شد، حالا ورق برگشت؟ مریم شکرایی نوشته، غلامرضا شریعتی که بنا به گفته قوه قضاییه قصوری در حادثه متروپول آبادان نداشته و از او شکایتی نشده، راحت از کشور خارج میشه. شهردار آبادان هم که استعفا داده و معلوم نیست در دوباره چه پستی بگیره. عبدالباقی هم فوت کرده، به همین راحتی پرونده جمع شد و فقط مردم چوبش رو خوردن.
گروهی از کاربرها رفتار حکومت در پرونده‌های فساد رو با برخورد حکومت با شهروندان مقایسه می‌کنند. کاربری میگه ما تا شالمون پشت فرمون از سرمون میفته 72 تا عکس و پیامک میفرستین که وا مصیبت‌ها، حقوق شهروندی و فلان و بهمان رو نقض کردی. بعد استاندار مملکت چطوری از زیر دستتون سر می‌خوره، از مملکت خارج میشه، نمی‌فهمید. یک کاربر دیگه هم نوشته غلامرضا شریعتی و امثالش که با 1001 رانت جانها گرفتن و میلیاردها خوردن، قانونی در روز روشن و مثل آب خوردن از کشور خارج میشن، ولی روزنامه نگار به جرم انتقاد زیر ذره‌بین ده‌ها نهاده و باید جواب پس بده. اینجا حق همیشه با ناحقه. و در نهایت هم کاربری نوشت اگه شریعتی قانونی رفته باید بگیرن مدعی العموم رو فلک کنن، اگه غیر قانونی رفته باید وزیر اطلاعات رو فلک کنن. این کاربر در آخر میگه سیرک خوبی راه انداختین. در ادامه هم برمیگردم به ریحانه. سپاسگزارم از توضیحات و همراهی تو نوشین خان اینجا در استودیو. جمعی از ایرانیان مقیم واشنگتن پایتخت آمریکا عصر روز یک شنبه در یک تجمع اعتراضی مقابل ساختمان قدیمی ایران گرد هم آمدند. این تجمع به دعوت آرش صبحانی، خواننده و آهنگساز ایرانی در توییتر و با هدف اعلام همبستگی با اعتراضات ضد حکومتی مردم ایران در هفته‌های اخیر انجام شده. نیلوفر رستمی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده، ببینید. تجمع اعتراضی ایرانیان مقابل ساختمان قدیمی سفارت ایران در واشنگتن. در همصدایی با مردم ایران. سه روز پیش آرش صبحانی، خواننده و آهنگساز، در توییت خواست تا ایرانیان و هنرمندان خارج از کشور هر کجا هستند یک شنبه 15 خرداد در تجمع اعتراضی شرکت کنند. این خواننده خواسته بود ایرانیان خارج نگذارند صدای اعتراض هم‌میهن‌هایشان در داخل ایران خفه شود. خیلی خوشحالم که یه تعدادی اومدن و فکر نمی‌کردم حقیقتش، چون می‌دونم روز تعطیلی هست، هوا خوب شده، تازه مدرسه‌ها بسته شده، تقریبا بیشتر جاها همه تو سفرن. برسات انتظار نداشتم که توی فاصله کمی که مثلا ما تقریبا فکر کنم 48 ساعت هم نشده از وقتی که من توییت کردم تا الان این تعداد آدم بیان و بچه ها کمک کنن که این بتونیم برگزار کنیم مراسم. من واقعا خوشحالم از این بابت و امیدوارم شهرهای دیگه بیشتر هم آدمو بیان با برنامه‌ریزی بهتر از قبل و دوستای دیگه هم بتونن این برنامه رو تو شهرهای دیگه هم برگزار کنن. صبحانی امروز همون کاری رو کرد که بلده، یعنی خواندن و گیتار زدن. ما میدونیم که آرش صبحانی بسیاری از آهنگاش اعتراضی هستش، آمد اینجا و بسیاری از ایرانی هایی هم که شرکت کردن به دعوتش جواب مثبت دادن. تعدادی از ایرانیان شرکت کننده در این تجمع کسانی بودند که سالها و شاید دهها قادر به رفتن به کشورشان نیستند. از ترس بازداشت یا آزار و اذیت خود و خانواده هایشان از سوی حکومت جمهوری اسلامی. یک جنبش هست احمد از مردم ایران. آقای صبحانی هم خیلی موزیسین خوبیه و وقتی یه موزیسین میاد به اصطلاح حمایت میکنه، وقت میذاره برای اینجا، خودم برای حمایت میکنه دیگه. این هم در حمایت از آقای صبحانی، هم حمایت از مردم ایران و پیوستن به هموطنانی که هم فکرن و برای آزادی ایران میجنگن، برایش مهمه. برخی از کسانی که در این تجمع هم حاضر شده بودند جوانانی بودند که اگرچه خاطری چندانی از ایران ندارند اما دلشان همچنان با ایران است. من تو ایران خیلی کم بودم، نزدیک 8 سال 10 سال بچه بودم، ولی اومدم مینلی برای سپورت مردم ایران، هم تو ایران هم بیرون ایران و حمایت اون. هر با غیرتی رو به قیمتش میشه خرید. آنهایی که همراه با آرش صبحانی می‌خوانند و دلشان برای ایران می‌تپد. در یک خیابان طولانی که تمام سفارت کشورهای دیگر را در خودش جای داده، جز ایران که سالها سفارتخانه‌اش تعطیل شده است. نیلوفر رستمی، واشنگتن.
تا دقایق دیگر به جزئیات اعتراض سراسری بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران می‌پردازیم که همین امروز در حال برگزاری است. اعتراضات همزمان با تصویب میزان حداقل حقوق مستمری بگیران صورت گرفته. همراه ما باشید. بیننده و شنونده مجموعه خبرهای نیمروزی هستید. پیش از ادامه نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تهدید متقابل ایران و کشورهای غربی در آستانه نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی. دیپلمات‌ها از تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در این اجلاس خبر می‌دهند. نخستین پیامد افشاگری در رابطه با ترورهای برون مرزی سپاه پاسداران. پلیس تایلند می‌گوید فعالیت‌های جاسوسان جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد. ادامه اعتراضات مردمی در ایران، بازنشستگان با شعار مرگ بر رئیسی به خیابان‌ها رفتند. و گزارش ایران اینترنشنال از بحران‌های زیست محیطی ایران همزمان با 50مین کنفرانس بین‌المللی محیط زیست. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز دوشنبه در چند شهر از جمله اهواز، شوشتر، کرمانشاه و برخی شهرهای دیگر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات در اعتراض به تصویب افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار می شود. در مصوبه جدید رأی شورای عالی کار کنار گذاشته و تنها افزایش 10% برای حقوق بازنشستگان اعمال می شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد نیروهای امنیتی مانع از تجمع بازنشستگان در تهران شدند و تعدادی از بازنشستگان معترض را دستگیر کردند. گزارش‌ها همچنین از تجمع بازنشستگان در تبریز، دسفول و شیراز حکایت دارد.
نعیمه دوستار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد با ما همراه شدن. خانم دوستار، دیدید در تصاویر جمعیت زیادی از بازنشستگان امروز باز هم در چند شهر مختلف کشور به خیابون‌ها رفتند و برای در واقع رسیدن به حقوق ابتدایی خودشون. چرا حکومت مطالبات این قشر از جامعه رو اینطور نادیده گرفته تا الان؟ نخست باید ابراز تأسف کرد از اینکه نسلی که در واقع بار سازندگی و پیشبرد جامعه ایران رو در دهه‌های گذشته به دوش کشیده با همه مشکلاتی که همواره وجود داشته، الان این روزها باید در سنینی که از زندگی خودش بهره ببره باید این چنین در خیابان‌ها برای حق خودش تجمع بکنه و اعتراض بکنه. اما اینکه چرا حاکم میاد به مطالبات این قشر یعنی بازنشستگان پاسخ نمیده، پاسخش در این هست که اساساً حکومت خودش رو موظف به پاسخگویی در برابر هیچ قشری نمیدونه و همزمان توان این اقتصادی این که بخواد مطالبات مالی و معیشتی مردم رو بده نداره. الان ما داریم میبینیم که همون مصوبه‌ای که شورای عالی کار یا پیشنهادی که در واقع شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق بازنشستگان داده بود رو نمیتونه اجرایی بکنه و اون رو به 10% میرسونه، در حالی که ما شاهد هستیم مخصوصا در همین هفته های اخیر که هزینه های زندگی چطور به طور سرسام‌آوری بالا رفته و به هیچ وجه اون 10% که هیچ چند برابر اون هم پاسخگوی نیازهای روزمره بازنشستگان نیست. بازنشستگانی که علاوه بر هزینه های رایج روزمره عمدتاً با فشارهای مضاعفی مثل هزینه تامین هزینه در واقع بهداشت و درمان و همچنین به هر حال به نوعی حمایت از فرزندان خودشون هم روبرو هستن. و در تجمعات امروز بازنشستگان شعارها در واقع هدف مستقیمش رئیسی بود و سایر مسئولان نظام. ارزیابی شما از خواسته ها و مطالبات بازنشستگان چیه؟ خب به نظر میرسه که همه در واقع اقشار جامعه از جمله بازنشستگان میدونن که به هر حال این حاکمیت و دولت فعلی توان پاسخگویی به مطالباتشون رو نداره. اینه که دیگه صرفا اعتراض به سازمان تامین اجتماعی یا وزیر رفاه و مدیران میانی تر کار رو به از پیش نخواهد برد و معتقد هستن که این ناکارآمدی ها و این فسادی که حاکم هست بر تمام عرصه های کشور یک موضوع ساختاریه، بنابراین اعتراض بازنشستگان همه جنبه ها رو در بر میگیره و به نظر میرسه که خب ما تا الان توی دوره ای داریم در واقع زندگی میکنیم یا مشاهده میکنیم در ماها که هر روز و هر لحظه که شهرهای مختلف کشور، اقشار مختلف اجتماعی حضور خیابان دارن. یعنی فکر میکنم کمتر دوره مانند این دوره باشه که گروه های مختلف اجتماعی به خیابان ها نریزن و مطالبات خودشون رو مطرح نکنن. بازنشستگان نقش خیلی اساسی دارن در این اعتراضات، من فکر میکنم برای اینکه اثر مطالبات اونها و مطالبه گریشون روی اقشار دیگر اجتماعی هم خودش رو نشون خواهد داد. فرزندان اونها به نوعی آینده تاریک و مبهمی رو پیش روی خودشون میبینن و همه اینها در واقع دست به دست هم میده که فضای اجتماعی کشور همواره ملتهب بمونه و صحنه اعتراضات مختلفی باشه. سپاسگزارم از توضیحات و همراهی شما نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان مالمو سوئد. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد روسیه در بمباران‌های اخیر کیف پایتخت اوکراین و زیرساخت‌های راه آهن این شهر را هدف قرار داده. همزمان با ادامه درگیری‌های شدید در سیورودونتسک شرق اوکراین، ارتش روسیه به سوی شهر سلوانسک در منطقه دونباس پیشروی کرده. ارتش اوکراین هم هشدار داد روسیه با استقرار یک زیردریایی مجهز به موشک‌های کروز در دریای سیاه قصد دارد حملات بیشتری را انجام دهد. نیویورک تایمز از تلاش روسیه برای فروش غلات غارت شده اوکراین به کشورهای آفریقایی خبر داده. بر اساس این گزارش،
به آمریکا به 14 کشور نسبت به خرید غلات دزدیده شده هشدار داده و روسیه قصد دارد غلات دزدیده شده را از طریق بندر کریمه به سایر نقاط جهان صادر کند. چند روز پیش هم سفیر اوکراین در آنکارا گفت ترکیه از جمله کشورهایی است که قصد دارد این غلات دزدیده شده را خریدانی کند. روسیه هشدار داده اگر آمریکا تصمیم خود مبنی بر ارسال موشک‌های دوربرد به اوکراین را عملی کند، حملات روسیه تشدید خواهد شد و اهداف تازه‌ای را هدف قرار خواهد داد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود موشک‌های دوربرد در اختیار اوکراین قرار می‌دهد، به شرطی که کیف از آنها برای حمله به روسیه استفاده نکند. از سوی اسپانیا نیز اعلام کرده موشک‌های ضد جنگنده قرار است که به اوکراین بفرستد. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل با ما همراه میشه. سلاح‌های جدیدی که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تصمیم دارن بفرستن به اوکراین و به دست ارتش اوکراین برسونن، میتونه چه تأثیری روی سرنوشت جنگ بذاره؟ خب تا حالا سلاح‌های مختلفی رو انواع اقسام یعنی کشورهای مختلف فرستادن، از در مورد آمریکا اگر بگیم از استینگر ضد هواگرد و جاولین و سویچ بلید و هلیکوپترهای حتی میل 17 رادارهای تجسسی و اخیراً آمریکا راکت انداز چندتایی هیماس را فرستاده. همه اینها تأثیرات بسیار مهمی داشته برای جلوگیری از پیشرفت در واقع نیروهای روسی در مواردی برای عقب زدن و به طور کلی پسراندن نیروهای روسی. اما نکته مهم این که واقعا تا حالا این کشورها تصمیم نگرفتند سلاح‌های بسیار پیشرفته و حتی سلاح‌های تهاجمی در اختیار اوکراین بذارن. بیشتر اینا سلاح‌هایی است برای دفاع در یک جنگی که الان که در واقع جنگ واقعا ایزایی و هست داره ادامه پیدا میکنه. آمریکا فکر نکنم چنین تصمیمی داشته باشه و اگر سلاح‌های بسیار پیشرفته همتا همسان و حتی بهتر از واقعا روسیه در اختیار اوکراین بذارن و چنین تصمیمی بگیرند، این بازده فوری و فوتی نداره، نیاز به آموزش داره. یعنی اوکراین در نهایت قادر خواهد بود که از فاز در واقع دفاعی خارج بشه و در واقع بتونه مناطقی رو که روسیه گرفته پس بگیره؟ خب به هر حال مقام های اوکراینی اینجوری میگند و حتی گفتن تا آخر سال 2022 جنگ تمام خواهد شد. به چه صورتی؟ ولی بیشتر اینها به باور من برای اینکه جلوی پیشروی نیروهای روسی رو بگیرن. ببینید روس‌ها اشتباهات بسیار زیادی رو در اوکراین مرتکب شدند، ولی به باور من اگر سلاح‌های بسیار پیشرفته در اختیار اینا گذاشته بشه و ضربات کاری بسیار شدیدی به روس‌ها وارد بشه و حتی اینها رو به شکست برسونه، روسیه در یک جنگ به حساب متعارفی به باور من دست به کارهای وحشتناکی خواهد زد، از جمله استفاده از سلاح‌های شیمیایی برای اینکه نمیتونه شکست رو بپذیره. و این تهدیداتی که جدیداً روسیه مطرح کرده بعد از اینکه اعلام شد که قراره که موشک‌های دوربرد به اوکراین برسه، فکر می‌کنید که چه اهدافی مونده که مد نظرش گفته که به اهداف جدیدی قراره در اوکراین حمله بکنه؟ خب به هر حال روس‌ها با استفاده از به حساب سلاح‌هایی که در اختیار دارند به حساب شماری از اهداف استراتژیک رو بمباران میکنن، کماکان ادامه داره. در خبرم شما گفتین خب روس‌ها مثلا به تازگی از بالای دریای خزر، از حوالی دریای خزر یک سری از اهداف رو در اطراف خارکیف بمباران کردن با استفاده از موشک‌های X-22 که با بعد 600 کیلومتر و با استفاده از حتی هواپیماهای بمب‌افکن استراتژیک قابلیت پرواز موشک‌های هواپایی هم داره، توپولوف 95. بنابراین روس‌ها از اینها برای اهداف استراتژیک پشت خط جبهه
استفاده خواهند کرد. و حالا با توجه به تمام توضیحاتی که شما دادید و شرایط موجود، چقدر احتمال داره که نهایتاً آمریکا و کشورهای اروپایی به وعده‌شون عمل بکنن و سلاح‌های پیشرفته‌تری به اوکراین بفرستن و در واقع جنگ وارد یک فاز دیگه ای بشه؟ در حال حاضر همون گونه که گفتم یک حالت به حساب ایزایی داره، امکانش هست، ولی به باور من باید نکات بسیار مهم دیگری رو در نظر بگیریم. ببینید الان مسئله مهم، دو تا مسئله مهم که جلوی غرب قرار داده، یکی مسئله همین تسلیحات، مسئله انرژی هست، سه تا، و مسئله غذاست و غلات. از نظر سلاح و تجهیزات آمریکا میتونه و کشورهای دیگر کمک‌هایی رو بکنن، ولی به هر حال بایستی مواظب باشند که این سلاح‌ها جنبه تهاجمی نداشته باشه و نکاتی رو و مناطقی رو در داخل خاک روسیه هدف قرار نده، برای اینکه دامنه جنگ گسترده میشه و کشورهای اروپایی و آمریکا نمیخوان که این دامنه جنگ به داخل اوکراین، به داخل اروپا کشیده بشه. و در این حال با توجه به مشکلات اقتصادی که روبروی این کشور هاست، کمبود انرژی، بالا رفتن انرژی در زمستان، هزینه معیشت داره بالا میره، به باور من بیشتر این کشورها حواسشون متوجه مسائل داخلی خواهد بود و این امکان هست که توجهشون به اوکراین در میان مدت کم رنگ بشه. سپاسگزارم از توضیحات شما. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی نیوکاسل. در اینجا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار دنیا. رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرد برنامه‌های تسلیحات اتمی و موشکی کره شمالی به سطحی رسیده که صلح منطقه و جهان را با تهدید روبرو می‌کند. کره جنوبی آمریکا در پاسخ به آزمایش موشک بالستیک کره شمالی بامداد دوشنبه 8 موشک سطح به سطح به سوی آب‌های شرق کره جنوبی شلیک کردند. جلسه رأی اعتماد به بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه در پارلمان این کشور برگزار می شود. بعد از عذرخواهی ماه گذشته جانسون به دلیل نقض قانون محدودیت های همه‌گیری کرونا در ساختمان محل کار دولت، حالا سرنوشت او در دست نمایندگان پارلمان است. سخنگوی دفتر نخست وزیر گفته جلسه رأی اعتماد فرصتی را برای پایان دادن به ماه‌ها گمانه‌زنی درباره رهبری او فراهم می کند. آتشفشان بولوسان در شرق فیلیپین روز یکشنبه به مدت 17 دقیقه فعال شد و توده عظیمی از دود و خاکستر را در منطقه به وسعت دست کم 1 کیلومتر در یکی از استان‌های این کشور پراکنده کرد. مردم این منطقه تخلیه شدند و مرکز لرزه‌نگاری فیلیپین درباره احتمال فوران دوباره خاکستر هشدار داد. یک قاضی فدرال در لوئیزیانا طرح دولت جو بایدن برای رفع محدودیت‌های مرزی را تمدید کرده. ایالت‌های جمهوری خواه پیش بینی کردند ورود مهاجران غیرقانونی از گذرگاه‌های مرزی 3 برابر خواهد شد و فشار بر سیستم آموزش و بهداشت عمومی آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد. گزارشی ببینیم از نیلوفر منصوری. مرز 3000 کیلومتری آمریکا با مکزیک یکی از مهمترین معابر ورود مهاجران غیرقانونی به ایالات متحده، جایی که بحران انسانی در آن به یکی از چالش‌های پیش روی دولت جو بایدن و حزب دموکرات در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا مبدل شده. بایدن قول داده بود که به اجرای قانونی موسوم به عنوان 42 در 23 ماه می خاتمه دهد، معاهده‌ای که در سال 2020 و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به منظور پیشگیری از شیوع کووید 19 اعمال شد و با اخراج مهاجران به مرز جنوبی از 1,700,000 مورد پناهندگی جلوگیری کرد. اما حالا یک قاضی فدرال در لوئیزیانا بنا به درخواست 23 ایالت جمهوری خواه از تلاش بایدن برای پایان این محدودیت‌ها جلوگیری کرد تا برنامه‌ای موسوم به در مکزیک بمانید از سر گرفته شود. هرچند که CDC یا مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در آمریکا ماه گذشته اعلام کرده بود دیگر نیازی به عنوان 42 برای کنترل کووید 19 نیست. ما معترض هستیم چون قضات آمریکا میخوان از ماده 42 محافظت کنن، فقط به این خاطر که ما وارد نشیم. تست کووید ما منفیه و واکسینه هم هستیم. اینها همه بهونه ای برای تبعیض، چرا که ما لاتین تبار هستیم.
بعضی از ما از جرم و جنایت و آدم ربایی فرار کردیم و تقاضای حمایت داریم. خواهش میکنیم که عنوان 42 رو حذف کنن. جمهوری خواهان که امیدوارند در انتخابات میاندوره‌ای 8 نوامبر کنترل کنگره را به دست گیرند، گذرگاه‌های مرزی را به موضوعی داغ برای رقابت تبدیل کردند. علاوه بر آن، برخی اعضای میانه روی حزب دموکرات نیز با آنها پیوستند. گروهی که معتقدند عنوان 42 میبایست حفظ شود، چرا که در غیر این صورت آمریکا در ماه‌های آتی با ورود روزانه بیش از 18,000 مهاجر غیرقانونی روبرو خواهد شد. امیدواریم بتونیم از مردم آمریکا در برابر این ناامنی محافظت کنیم. باز شدن دوباره مرزها عواقب سنگینی از جمله واردات مواد مخدر و گسترش جرایم در پی خواهد داشت. در مکزیک اما شرایط به گونه‌ای دیگر است. تنها در فروردین ماه نزدیک به 210,000 نفر که قصد ورود به آمریکا را داشتند دستگیر شدند. رقمی که نسبت به سال گذشته 24% افزایش یافته. برخی از مقامات دموکرات میگویند حفظ عنوان 42 با ارزش‌های اخلاقی آمریکا سازگار نیست. گروه‌های حقوق بشری هم بر این باورند که با ادامه این رویه هرج و مرج، آدم ربایی و خشونت‌های فیزیکی و جنسی در مرزها افزایش می‌یابد. برای سازمان ما به عنوان یک مجموعه آمریکایی شرم‌آوره که موکل‌های ما اینجا مورد تجاوز قرار می‌گیرند یا ضرب و شتم میشن. توجیه دولت آمریکا قابل قبول نیست. این نقض حقوق پناهنده هاست. در این میان جو بایدن که وعده داده بود کلیه سیاست‌های مهاجرتی ترامپ را تعدیل می‌کند، هم از نظر عملیاتی و هم از نظر سیاسی با دشواری‌های بسیاری روبروست. آن هم در روزهای حساسی که محبوبیت حزب مطبوع او در آمار نظرسنجی‌ها رو به کاهش است و شکاف میان دموکرات‌ها رو به افزایش. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از سازمان هشت شبی خواست درباره سرنوشت باس محمد زعاک شفاف سازی کند. روزنامه‌نگار 7 ماه قبل هنگام پوشش خبری تحسن گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی در بغداد و در یکی از چادرهای تحسن کنندگان ناپدید شد. گروه‌های مورد حمایت ایران بارها متهم به ترور، سرکوب و ربودن فعالان روزنامه‌نگار شدند. همکارم تروسکه صادقی از اربیل عراق همراه میشه با ما مرتبط با همین خبر. چه جزئیات بیشتری در رسانه‌های عراقی منتشر شده درباره روبودن این روزنامه‌نگار؟ خب آخرین فیلمی که از روزنامه‌نگار باسم محمد الزعاق منتشر شده مربوط میشه به ساعت 3 بامداد 24 اکتبر سال گذشته میلادی، یعنی حدود 15 روز بعد از انتخابات پارلمانی عراق. اون در فیلمش به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی خودش پخش میشد داشت توضیح میداد که در منطقه‌ای در بین پل معلق و تابغین هستش و از وضعیت اعتصاب کنندگان تحسن کنندگانی که تمامی اونها از اعضا و گروه‌ها و هواداران گروه‌های مسلح و جریان‌های سیاسی مورد حمایت جمهوری اسلامی بودند در اطراف منطقه سبز تحسن کرده بودند، از اونجا و در بین چادرهای اونها از وضعیت اونها داشت گزارش خبررسانی می‌کرد و گزارش پخش می‌کرد. در همون لحظه همونطور که در فیلم هم هست شخصی اون رو صدا می‌زنه و بعد فیلم قطع میشه و از اون موقع تا به حال که حدود 7 ماه گذشته هیچ خبری از سرنوشت اون نیست. خانواده‌اش بارها تلاش کردن از طریق نهادهای امنیتی که پیگیری بکنن از سرنوشت اون با خبر بشن، تا اینکه در نهایت در روز یکشنبه یعنی دیروز نخست وزیر عراق مصطفی کاظمی نامه‌ای رسمی به هیئت اجرایی سازمان هشت شعبی فرستاده و در اون به صورت مشخص از اونها درخواست میکنه در مورد سرنوشت این روزنامه‌نگار که در بین چادرهای اعضای هیئت هماهنگی چارچوب هماهنگی دقیقاً این رو اشاره کرده بهش ناپدید شده توضیح بده و تاریخش رو اونطور که در نامه نخست وزیر اشاره شده بهش 24 اکتبر عنوان شده. این روزنامه‌نگار برای رسانه کل العرب که در پاریس مستقر هستش کار میکرد و به طور کل، اما چیزی که از هنوز از سرنوشت معلوم نیست، اما چیزی که از این که هنوز در عراق فعالان سیاسی اشاره میکنن به اینکه تحت گروه‌های مسلح عراقی روزنامه‌نگاران و فعالان در شرایط بدی. متشکرم از توضیحات تروسکه صادقی همکارم اربیل کردستان.
در ادامه گزارش خواهیم دید در مورد مشکلات روزافزون محیط زیست. همراه ما باشید تا چند دقیقه دیگه.